قایون یک ساعت با زیر زمین اینجاست، به شدت خوش اومدین. قسمت دهم، فصل دوم، آخرین مهمون ما به استثنای ویژه برنامه. من علیم، در کنارم معراج. خیلی 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 خوش اومدید. سلام، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. گفتنی ها رو علی گفت، در قسمت دهم از فصل دوم هستیم. من یه کوچولو صدام گرفته، سرما خوردم، ببخشید. و همونطوری که در جریان هستید، آره، همونطوری که مستحضرید، تو این قسمت میخواییم در مورد رسالت هیپ هاپ صحبت کنیم. رسالت هنر. مهمان عزیزی داریم که در ادامه برنامه به جمعون اضافه خواهد شد. میدونید کیه طبیعتا. و اینم بگم که بفهم، ما همیشه تو مصاحبه ها اولش که میخواییم مهمونو بگیم، یه جوری میگیم انگار اونا نمیدونن. آره، اتفاقی بودی که بهم گفت آقا ما مهمونو میدونیم، شما تیت زدی، اعلام کردی، نمیدونم چرا اینقدر مثلا میخوای هیجانش الکی اضافه کنی. مهمونمون همونطور که در جریان هستید فرشاد عزیز هستش و مهمونی هستش که خودتون خواستید. بله. که ما این نظرسنجی گذاشتیم توی اینستاگراممون و حاصلش این شد که مجددا در خدمت فرشاد هست. علی، بریم سراغ موضوع برنامه. همونطور که حالا معراج اشاره کرد، بحث امروز ما درباره رسالت هنر، یه ذره جزئی تر رسالت هیپ هاپ، یه ذره جزئی تر رسالت رپ و رسالت موسیقی زیرزمینی توی کشورمون. ببین، قبل اینکه تو شروع کنی فارسی بگم، ما همیشه در مورد این مسئله به حالت خیلی تیتروار صحبت کردیم. هیپ هاپ 5 تا 4 تا بخش، ما یک سری اهداف داریم توی اینا. یک رس... خب اینا چیه؟ ما می‌خوام بدونیم که اصلا آقا هدف این جریان چیه. من اصلا وقتی بحث، اگه بخوایم خیلی این دفعه بحث رو خیلی جدی برگزار بکنیم و وارد بحث بشیم با هم دیگه، و حالا بعداً هم صد تا فوش بخوریم از این و اون، الان من میگم که اصلا بیا آمریکا رو ولش کنیم. رپ غرب و آمریکا و فرانسه و آلمان، اینا مال خودشون. خب ما اینجا رپ فارسی داریم با 20 و حالا 2 3 سال عقبه، اگه درست بگیم. اگه شروعش از 79 مثلا، حرفی که 20 سال 22 3 سال عقبه موزیک رپ تو ایرانه، و حالا مثلا شاید مثلا نزدیک 30 سال موزیک زیرزمینی توی ایران عقبه داشته باشه، که حالا مثلا راک و اگه در نظر بگیریم و اینا. قضیه از این قراره. حالا موسیقی زیرزمینی برای چی به وجود اومده؟ برای اینکه به یک سری از ترانه ها و یک سری اشعار و یک سری از آثار مجوزی داده نمی‌شده، درسته؟ با بستر اینترنت یک آلترنتی به وجود اومد که اسمشو گذاشتن موسیقی زیرزمینی، موسیقی هایی که در فضای مجازی بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد کشورمون تولید شد، پخش شد، و نسبتاً با اقبال خیلی زیاد مردم نسبت به ترانه های مجوز دار شد. خب پس اینجا اول مسئله که به وجود میاد اینه که تعریف موسیقی زیرزمینی در ایران با تعریف موسیقی زیرزمینی در سایر کشورها فرق داره. چون ما در اصل داریم توی تیتفار به موسیقی هایی میگیم زیرزمینی که به قول خود تحت مجوز وزارت فرهنگ ارشاد نیست. خب حالا ما به اینا میگیم زیرزمینی. جلوتر که میایم بعضی از آثار رو باهاش مواجه میشیم، مثلا محسن چاوشی، که وقتی که وارد بطن قضیه میشی میبینیم که اوه، اینم داره همون حرفایی رو میزنه بعضن که ما تو موزیک مثلا آلترنیتی هم که توی ایران داره به موضوعات پیش میره داره همون حرفا رو میزنه. حالا اینجا یه بحثی باز میشه، آیا اصلا رسالت موسیقی و رسالت اون هنری که ما داریم ازش استفاده میکنیم، نمیتونیم بگیم رپ بر مبنای موسیقی نیست؟ یک دسته از موسیقی، یک دسته خیلی سطحی از موسیقیه. حالا من میگم سطحی بهتون بر نخوره، من خودم جزئی آره. یک دسته خیلی جزئی از موسیقی اگه بخوایم مثلا در نظر بگیریم، ما اینجا موسیقی کلاسیک داریم، موسیقی جاز داریم، و کلی موسیقی های ریشه دار خیلی خفن داریم که اصلا رپ جزو اینا اصلا نمیتونیم بگیم. درسته. پس حالا که جزو موسیقیه، باید بیایم ببینیم که آقا موسیقی هم خودش جزو هنره، درسته؟ پس باید یک رسالتی داشته باشه. هنر به وجود میاد برای یک رسالتی. توی یک بازه از زمان هنر انحصارا در اختیار تاج و تخت بوده، برای تملق پادشاه ها، برای چاپلوسی پادشاه ها. البته نمیگم الان اینطوری یا الان اصلا اینطوری نیست، و در ادامه داستان به اینجا کشیده میشه که اصلا هنر برای آگاهی بخشیه. خب ببینید، مسئله اینجا پیش میاد. اول اینکه تو گفتی الان اینطوری نیست، من میگم که این جریانه
هنر انحصاری و هنر غیر انحصاری همیشه دو تاریخ وجود داشته. قطعاً همینطوره. یعنی همیشه هنرمندهایی هستن که فعالیتشون رو انحصاری و سفارشی دنبال میکنن با یک سری اهداف خاص از یک سری جریانات خاص، و در نقطه مقابل هنرمندهایی هستن که خلاف این جریان حرکت میکنن. و طبیعتاً افرادی که طی اون زدوبندهای جریانی و به خاطر اون اهداف و آمال سفارش شده فعالیت میکنن معروفتر میشن، مشهورتر میشن حتی از نظر مالی، و در نقطه مقابل شاید افرادی که به خاطر اصالت خود هنر و به خاطر اعتلاء فرهنگ و هنر دارن کار میکنن به اون اهدافی که افراد دیگه دارن و به اون شاید حتی بعد مالی کفایت دارن نرسن. خب این یک. دو، ما همیشه به حالت تیتوار میگیم که رسالت هنر تغییره، مثلا بچه هیپ هاپی تمسم یعنی آقا رپ یعنی چی؟ رپ یعنی تغییر. این خیلی شعاره، خیلی کلیشه، خیلی اصلا حرف تغییر چی؟ اصلا تغییر چی؟ تو چی میخواد تغییر ایجاد بکنه؟ آدم وقتی از 18 سالگی میگذره دیگه چه تغییری توش میخواد به وجود؟ ببین اینم دوباره میتون در موردش بحث کنی. من یادم یه بار حتی یه آلبوم فکر کنم جدید سراباب جی آخرین آلبومش که منتشر شده بود آره تو یکی از ترکاش میگفتش که 30 سالم شد، حالا تو همچین مایایی بود که 30 سالم شد مزمون فهمیدم که تغییری شعاره، و این خیلی با واکنش تون روبرو شده بود که آقا اگه تغییری شعاره پس کلا رسالتت زیر سواله، ما داریم برای تغییر میخونیم، تغییری شعاری حرف اشتباهه. تغییر چی؟ تغییر تو چه؟ تو نسل؟ تغییر توی طرز تفکر؟ ما میخوایم اگه بحث رسالت هیپ هاپ و رپ فارسی بحث سر تغییر تو طرز تفکری که خب هیچ کاری نکردی، ولی ببخشید واقعا هیچ کاری نکردی، عقب افتادی. درست. خب ولی خب ببین یک میدونی من خودم حرفم اینه، من و تو بالای 1300 دقیقه 1400 دقیقه فکر کنم پادکست ضبط کردیم بعد دو فصل. آقا فوش ندین، آقا کارا رو حمایت کنین، آقا بد و بیرا به هم دیگه نگین، آقا فلان نکنین، مگه نیست هنوز؟ خب پس ما فرهنگ سازی کردیم، ولی خب صرفا بحث اینه که تو کار تو کردی که بگی آقا من تلاشمو کردم، ولی اتفاقی که میفته یا نمیفته دیگه مسئولیتش با من نیست. دقیقاً همینه. حالا بگیم سر بحث خودمون، داستان سر رسالت توی رپ فارسی. رپ فارسی از یک جایی به بعد به اصطلاح میگن که تجاری شد. از یه جایی به بعد اسپانسرهای پیشبینی واردش شد، اسپانسرهای فلان واردش شد، بگن کشیده شد دیگه. خب تعارف که نداریم دیگه قسمت آخر. ببین اینو من تو پرانتز بگم، ما مشکلی با اسپانسرینگ نداریم به هیچ وجه. کیه که مخالف باشه با درآمدزایی آرتیستا؟ ولی بحث اینه که آقا این درآمدزایی اصلا از چه راهی باشه. حالا تو در مورد سطح پیشبینی صحبت کردی، من یه هم بگم، حالا ما یه سری یه مقاله مشترک داریم با علی کار می‌کنیم، فکر کنم پخش شده تمام، نمیدونم حالا بعید میدونم، حالا گفتم در موردش صحبت کنیم که تو مقاله حالا مفصل در مورد این بحث سایت پیشبینی صحبت کردیم، حالا یا تا الان که دارین پادکست رو گوش میدید خوندید یا اینکه رو درنده خواهید خوند و مفصل این قضیه رو باز خواهیم کرد. ولی بحث اینه که خب آقا هنری که در ماورای اون هدف شده تبلیغ سایت پیشبینی، سایت قمار، سایت شرط بندی هستن. خب حالا برمیگردیم به همون رسالت. آیا رسالتی که ما ازش دم زدیم و اومدیم موسیقی آلترنیتو 20 سال پیش تولید کردیم این بود که ما بیایم یک چیزی رو تبلیغ بکنیم که چند نفر آدم از اون چیزه که ما تبلیغ کردیم میلیون ها تومن، صدها هزار تومن باخت بدن؟ و نقطه مقابلش جوون ها و نوجوون هایی که درگیر این قضیه میشن. میدونی بعد اینو میای میذاری کنار موزیک پاپ، میبینی نه موزیک پاپ حالا اشعار سطحی داره، آره مثلا داره میگه دستم تو دست یار چترم فلان بیقراره همچنین. نه آره ببین آره خلاصش خب میشه که آقا اگه قراره خب اون که داره شعر، اون حداقل یه شعری داره تبلیغ پیشبینی و فلان و بیسار هم نمی کنه، کنسرتش هم که داره میذاره، پولش هم که حالا یه ذره داره درست درمونتر در میاره آره. پس حالا این آلترنیته یا اون آلترنیته؟ خلاصه حرف این آقا اگه قراره در کنار خوندن حالا مفاهیم تغییر ده بالا به قول خود بچه ها یا مفاهیمی که یک نقشی داشته باشه توی زندگی، در کنارش همچین مسائلی تبلیغ باشه، من خودم ترجیح میدم که موسیقی پاپ حتی بشنوم. به قول تو درست سطحیه اوکی، ولی اگه قراره در کنارش همچین چیزایی رو تبلیغ بکنی برای قشر مخاطبینت خواستم بهتره که اصلا انجام نشه. حالا این یه سایدشه، این یه سایده قمار و اینا یه سایده. ما حتی الان تو رپ فارسی خودمون اشعار سطحی داریم، خیلی سطحیه. آره من حتی میبینم که چه نکته خوبی اشاره کردی، بارها شده که مثلا میگن آقا پاپ موسیقی پاپ فلان موسیقی رو بیست داره. خب آقا ما هزاران استثناء داریم، الان تو شو مثال زدی، ما اشعار سطحی توی موسیقی رپ داریم و در نقطه مقابل اشعار فاخر توی موسیقی پاپ هم داریم.
ببین مثلا حرفم اینه، ما تو رپ خودمون الا ماشاءالله ترپ اضافه شد، جن زد به کل اشعار، 4 دقیقه میاد میخونه مثل من توچی بالایی، مثل من توچی. خب تهش چی داری میگی؟ میدونی الان این حرف تو با اون حرفی که یارو میگه دستم تو دست یارو چه فرقی داره؟ من شوک زدم از این که انسانش هم مستقیم بگی. نه مثاله، حالا قسمت آخریه دیگه، داری همه چی رو میگی بره. نه من چون تو مصاحبه هم نیستم، من چون تو مصاحبه هم نیستم، تایم هم کم تره. من خودم آره بایستدم طرفتو بزن. آقا من حرفم اینه، حالا بهزاد لیتو یه نمونه است. بهزاد لیتو آهنگای درست درمونتر هم داره، اون کارش با سوگن، اون کارش با علی جیدال، کلی کارهای خوب هم داره. ولی من حرفم اینه، میگم بابا ما هم تو رپ فارسی اشعار سطحی داریم، اون آدمه رو چطوری میشه بیدار کرد که آقا تو در برابر آدمهایی که دارید براشون اثر تولید میکنی مسئولی. میدونی؟ اره. و تو یه مسئولیتی نسبت به اون آدمها داری. اگر تو داری میگی آقایون و خانوما به موزیک پاپ گوش ندید، من یه آرتیست خیلی خفن ترم، آی من مجوز ندارم، آی من فلانم، بیسارم، من 20 سال دهنم سرویس شده، فلان شده، بیسار شده، خب باشه، چی داری میگی حالا؟ به عنوان جمع‌بندی بگم علی، هدف ما این شد که مخاطبین محترم رپ فارسی بیایم هنر موسیقی رو به دو جبهه، این که آقا هر کی داره رپ میخونه خوبه و هر کی داره غیر رپ میخونه بده، تقسیم نکنیم. هنر میتونه فاخر باشه در شاخه‌های دیگه و از طرفی میتونه حتی رپ باشه ولی فاخر نباشه. و بحث در اینه، من حالا یه بار بحث اینو کردیم، آقا این تصمیم، این مرزبندیه مینستریم و آندرگراند و اینا، حالا خیلی مرزبندی درستی نیست. ما از عرفان ترک های خیلی خوبی داریم، از خود زدبازی، از مهرات هیدن ترک های خیلی خوبی داریم. میدونی ولی بحث اینه، از اون ورم از بچه هایی که آندرگراندان ترک های خیلی افتضاح داریم. 2 دقیقه گوش میدید خودت میفهمی که این چیه دیگه دارم گوش میدم. من حرفم اینه، اون شاید از این به بعد حداقل آدمایی که دارین این پادکست رو به واسطه اینکه مهمون فرشاد رو دارین گوش میدین و چند دقیقه دارین حالا حرفای من و مهرازم به این واسطه گوش میدین، هر آهنگیه که دانلود میکنین 10 ثانیه فکر بکنین که آیا ارزش گوش دادن داره، آیا چیزی به ما اضافه میکنه یا؟ و آیا ولش کن بگذاریم. آقا من چیزی بگم، من بگم دیگه آره؟ از اونجایی که خب مهمون این قسمت فر شده و خب من خودم نصف سوالایی که مهراج میخواد بپرسه رو میتونم جواب بدم، خیلی لوس بود که من تو این قسمت جز مجری ها، جز سوال کننده ها، جز مصاحبه کننده ها باشم، برای همین استثنان این قسمت رو مثل فرمت فصل یک، من نمیدونستم شما منیجر فصل مثل فرمت فصل یک با یه دونه مصاحبه کننده با آقای مهراج ناجی گوش خواهید داد. و اینکه منم از طرف مهراج ازتون عذرخواهی میکنم، سرما خورده، منم یه کمی سرما خوردم. انتخاب شما فرشاد عزیز بود. فرشاد جان برای شروع اگه صحبتی با مخاطب های 1 ساعت با زیر زمین داری در خدمت هست. مخلصی، منم سلام میکنم به همه مخاطبای برنامه 1 ساعت با زیر زمین. خب به نسبت دفعه قبلی که پشت تریبون ما نشستی فکر کنم 1.5 سال داره میگذره. جوون دقیقا همین رو میخوام بگم، به نسبت دفعه قبل که بودی چه تغییراتی کردی؟ من چه تغییراتی کردم؟ یه کلو برنامه چه تغییراتی؟ خودت ما که خودمون میدونیم چه تغییراتی کردی. تغییر برای من همیشه تو روند کارم مشخص میشه، برای خودم دیگه. پیشرفتایی که داشتم از نظر خودم، چه تو بحث آهنگسازی، چه تو نوشتن، بیشتر برای من تغییر همیشه اینجاست که موثر. پس فکر کنم حرفای جدید خیلی داشته باشه. قطعا. خب همونطوری که حالا اون بیرون فکر کنم داشتیم میشنیدید، ما موضوع برنامه‌مون رو گذاشتیم روی رسالت هنر. و همونجایی که حالا برنامه‌مون تغییرات اندک برنامه‌ایه که در مورد موسیقی زیرزمینی هستش، میخوایم جزئی تر به این قضیه نگاه کنیم، بگیم خب رسالت هنر، رسالت موسیقی و تا رسالت هیپ هاپ. تو خودت به عنوان یه فردی که حالا جزء خانواده هنری هستی، به نظرت رسالت یه جریان هنری توی یک جامعه، اونم مثل جامعه ما، چی میتونه باشه؟ ببین یکی از فاکتورهایی که کم کم داره فراموش میشه توی خیلی از بخش‌های موسیقی به اسم آندرگراند، این داستانه که سرگرمی ازش گرفته شده خیلی جاها، و اگر هم قرار پیامی منتقل بشه انقدر خشکه که مخاطب ممکنه پس بزنه. رسالت برای من از طرف هنر و از طرف یه هنرمند یک پیامه،
پیامی که بتونه یه تغییر مثبت ایجاد کنه توی ذهن حتی یک شنونده یک بیننده، فرقی نداره، بسته به هنری که داره ارائه میشه. این داستانیه که خیلی داره کمرنگ میشه و هر روز با آثاری مواجهیم و به اسم هنر و هنرمند با آثار و افرادی مواجه میشیم که اصلا هیچ بحثی راجع به این رسالت ندارن، صرفا بازار محوریه هر تولید. خب آخه میدونی این نقدم همیشه هستش که میگن خب ما نیاز داریم به موسیقی بازاری طبیعتا برای ایجاد تنوع، برای اینکه بتونیم حلقه افرادی که به اون گوش میدن رو بیشتر کنیم، نیاز داریم که بعضی وقتا موسیقی هنری هم موسیقی های حالا خیلی مارکتی تر و خیلی جذاب تر منتشر کنیم. خب اگه تو معتقدی که تمامی شاخه هنر باید تحت هر شرایطی یک رسالتی به عهده داشته باشن، در مورد این صحبت حالا چوری؟ ببین من منکر موسیقی که توی مارکت باشه، حالا اصطلاحاً بهش به این بازاری نیستم، ولی اگه یه خورده برگردیم به موسیقی که توی 30 سال 40 سال گذشتم به همین اسم داشت کار میشد، مثال بزنم چه میدونم اگه 6 و 8 بود، چهرام شب‌پره‌ای بود که طرف موزیسین حرفه‌ایه و آثاری که ساخته هنوزم توی مهمونی‌ها گوش داده میشه، هنوزم باش خوش گذرون میشه، آره دقیقاً همه اینا هستش. مهم اینه که ساختار درستی داره، یعنی طرف اگرم داره برای بازار تولید میکنه وقت گذاشته میشه روی کارش، نه که شب بشینیم یه ملودی بزنیم صبحم کار تمام شه اومده باشه بیرون. یعنی من چیزی که فهمیدم اینه که تو اصلا مشکلی با موسیقی حالا به اصطلاح مارکتی یا بازاری نداری، ولی صرفا اگه داره کار مارکتی و بازاری میکنه درست این کارو انجام قطعا باید. ندارم. ببین مثل سینماست دیگه، شما نمیتونی به هر کارگردان و نویسنده ای بگی که آقا حتما باید یک محتوای خیلی عمیقی با فیلمت انتقال بدی به مخاطب. داستان اینه که شما به فیلم کمدی هم نیاز داری، ولی کمدی و طنز فرقی که داره اینه که با لوده بازی تفاوت داره. شما میتونی لوده باشی و یه فیلم لوده تور رو میتونی توی یه هفته فیلم برداری کنی تمام شه بره، ولی باز انتقال یه پیام حتی با خنده زمان میبره از صاحب اثر. یعنی خیلی باید روش فکر بشه، داستان فکر شدن و زمان گذاشتن است که گم شده. مگه مثل چارلی چاپلین که یه طنز پردازه، ولی خب همون بونه تئوریستی ها میشه. مثل استنداپ کمدین های مختلف تو جاهای مختلف دنیا میتونی مقایسه کنی به جز ایران. نه ایران هم خوب داره. خب در مورد رسالت هنر صحبت کردیم، خب ما توی ژانری از هنر فعال هستیم که این ژانر توی ایران به صورت رسمی اصلا شناخته نمیشه. یعنی اگه بخوایم بگیم خب اگه هیپ هاپ یک هنری که قطعا هست، هیپ هاپ به عنوان ژانر رسمی حساب نمیشه. خب هنرمندی که توی هیپ هاپ هم وقتی توسط جامعهشون انکار میشن، چطوری میتونن یک رسالت و یک پیامی رو داشته باشن بدون کمک رسانه هایی که تمامی هنرها دارن؟ شما میتونی بگی اکثریت انکار میکنن این جریانو، ولی یه جمله ای هست فکر میکنم تارانتینو میگه، میگه شما وقتی عاشق سینما باشی نمیتونی فیلم بد بسازی. یعنی داستان سر اینه که تو اگه عشق این قضیه رو داری، حتی اجرا کردن و خوندن و شعر نوشتن و ساختن برای 10 تا مخاطبم برای تو انقدر ارزشمنده که اون بخشی که دارن انکارت میکنن رو برات بی‌ارزش میکنه. خب این داستان دوشار مشکل نمیشه برای تو؟ ببین برات مثال بزنم، فرض کن تو یک نقاش، خب هنر نقاشی تو ایران چه مشکلی نداره، تو آثارت رو میکشی، حالا به هر نحوی میتونی از مراجع قانونی منتشر کنی و خب رسانه هایی رو داشته باشی که تمامی هنرها دارن و این کمک میکنه که تو پیامت رو راحت تر منتقل کنی. ولی وقتی یک هنرمند هیپ هاپی هستی، میشه گفت 90% 95% رسانه هایی که سایر هنرها دارن رو نداری، و در حالی که تو معتقدی که باید بار رسالت بیشتری داشته باشی، چون دستت بازتره، تو یک فضایی داری کار میکنی که باید یک پیامی منتقل کنی. برای تالا ایجاد مشکل نکرده؟ ببین این بحثی که هستش از ابتدای تاریخ بوده، نه فقط برای هنر، برای خیلی از نویسنده ها همچین داستانی بوده که طرف یه کارایی مینوشته، شاید اصلا تو زمان خودش بهش میگفتن طرف چه میدونم دیوونه است، ولی واقعا 20 سال 30 سال بعد، حتی بعد مرگ طرف، تازه میفهمیدن که چه اتفاقی افتاده. من نمیگم هیپ هاپ انقدر مقدسه، انقدر خفنه که این کار ممکنه براش پیش بیاد، نه، من فقط دارم میگم پتانسیل این داستانو داره. و اگه مشکل اینه که مراجع قانونی نمیدونم فلان فلان، داستان اینه که کاری که خوب باشه، من همیشه از همون ابتدای شروع داستان میگم کاری که خوب باشه شنیده میشه توسط اهلش، و اهلش هم اونو بازنشرش میکنن.
پس دیگه یه دغدغه‌ای که من تو خیلی ها میبینم الان و یه سری حرفای عجیب غریبی میشنویم که نه امکانات نیسته، شماها امثال شماها فلان کردن، همه چی دست شماهاست. این خزعبلاتی که داریم میشنویم من فقط یک چیز میبینم توش و تنبلی و عدم پشتکار افرادیه که دارن این صحبت ها رو میکنن. نه زمان ما اتفاقا خیلی کمتر بود، قبل من که خیلی بدتر بود. من بعد یه سری از رپر اومدم توی سری آثارت هست که اصلا فکر کنم فقط تو فیسبوک خود منتشر کردی. اصلا نبود، یعنی مرجع پخش دید. آره اصلا فیسبوک خیلی جلوتر بود، زمانی بود که اصلا اینترنت ADSL نبود واقعا. یعنی دایالاپ بود. مثلا من سایت میخواستم چک کنم میرفتم مثلا کافی نت میشستم. یعنی دیگه شما اینو بیار تو این اسکیلی که چه میدونم الان داریم با این وضعیت جوامع مجازی ببرم تو اون امکاناتی که به قول خودت برای اینترنت دایالاپ باید میرفتی کافی نت کار زد. آره دقیقا میگم، چیزی که گم شده این وسط مسیره. هیچ کس نمیخواد مسیر طی کنه، همه میخوان برسن به اون مقصده. در صورتی که اون مقصده رو یه شبه از نقطه A پریدن به نقطه B، شما نقطه B خیلی برات پوچ میشه وقتی مسیری طی نکرده باشی. من الان خودم همچنان واقعا شاید تو ماه روز توی ماه مثلا 3-4 روز بشه که میشینم اثرایی که مثلا اصلا دبیرستان بودم برای مسخره بازی خوندیم و گوش میکنم. یک، به خاطر اینکه یادم بیاد از کجا اومدم، از چه داستانایی شروع شده. دو، به خاطر اینکه مرور کنم مسیر رو و این برام لذت بخشه که چه اتفاقایی افتاد، چه سختیایی بود، چه خوشیایی بود، چه آدمایی اومدن، چه آدمایی رفتن. این برام لذت بخش میکنه که الان به یه لولی رسیدم که از خودم راضیم، از پیشرفت خودم راضیم. خب در مورد خودت گفتیم، میخوام دقیقاً به همجا برسم. به نظر خودت تو تا الان توی پرونده کاری و رزومه که داشتی تا چه حد تونستی اون رسالتی که همون لحظات حالا ابتدایی که سعی کردی وارد جریان بشی روی دوش خودت حس کردی رو به انجام برسونی؟ اون چیز جالبیه، من وقتی برمیگردم به میگم اثر که حالا اسمشو نمیذارم، به واسه اون کارهایی که اوایل می‌کردیم، میبینم نه بلد بودم بنویسم، نه بلد بودم درست بیت بزنم، صرفا یه ضربی بوده و منم یه چیز مینوشتم روش. ولی تفکرم از همون ابتدا این بوده، یعنی به صورت خیلی آماتوری. آره. همچنان داشتم یه سری حرفا رو میزدم که الان خیلی پخته تر رنگ گرفته. آره دقیقا. آره. پخته تر میتونم برسونم به یه سری از افراد. و داشتیم در مورد صحبت میکردیم که به قول خودت تونستی آیا اون جریانی که روی دوش خودت حس میکردی رو به مقصد برسونی یا نه؟ اگه آره تا چه حد؟ من بازخورده هایی که میبینم از کسایی که کارهای منو شنیدن، چه افراد آشنا چه افراد ناآشنا از نزدیک، تا حد زیادی میبینم که تونستم این کارو بکنم. شاید گاهن سوء برداشت شده، گاهن طرف منظور رو متوجه نشده، ولی داستانی که اکثر اوقات برای من اتفاق میفته اینه که اگه یه مجموعه میدم و اگه یه سینگل ترکی میدم، حتی بارها پیش اومده که 2-3 سال بعد از اون کار یکی منو دیده یا یکی مسیجی داده، گفتم اون زمانی که این کارو مثلا دادی مثلا چیفت دلیتش کردم رو گوشی من، رو مسخرت کردم در واقع. ولی سنم که رفت بالاتر، حالا دارم چیزهای باحالتری از توش درمیارم. منم همچه حالا تو بازی ترکات داشتم، جدی این ترک های قدیمی بوده، منم سنم کمتر بوده، اون موقع اصلا نبودم باش، بعدا گذشت و مرور باشد. دقیقا اینجوری که میبینم اتفاقا خیلی خوشحالتر میشم. میبینم که یه جور دیگه باید نگاه کنی، این که آرتیست خواه ناخواه، مثلا اگه بگیم تو رشته ما کلا موسیقی، چون ما صبح تا شب درگیرشیم، ناخواسته خیلی جلو میافتیم از مخاطب. خب یعنی من میشینم به این فکر میکنم که اوکی مثلا آلبوم بعدی رو قراره ارکسترالی ببندم که مثلا تعداد لایناش انقدر باشه، هارمونیای درست درمون داشته باشه، اینا رو بهش فکر میکنم. در صورتی که باید اینو در نظر بگیرم که مخاطب اصلا اینا رو نمیدونه. مخاطب صبح احتمال داره پاشه بره دانشگاه، بره مدرسه، بره سر کار، آخر شب یه ترکی از من میاد گوش کنه. خب این جلو بودنه باعث این اتفاق میشه که مخاطب 3 سال بعد تازه متوجه میشه، 4 سال بعد متوجه میشه که ای بابا این بابا یه کاری کرده بود. مثلا حواسمون ما مثلا درگیری های دیگه ای داشتیم، چه میدونم سلیقه موسیقایی دیگه داشتی. بس که اول مصاحبه گفتی دیگه که آقا تو مینویسی، اگه هنری رو انجام میدی برای سالها بعد. شاید قطعا همینه.
من هدفی که همیشه داشتم این بوده که اگر خیلی از ماها، من که میگم من نوعی رو دارم میگم، صرفا خود فرشاد رو نمیگم، اگر خیلی از ماها در حال حاضر، چون میدونم که خیلی از رفقا اونم همین حس دارن، درد درک نشدن داریم از سوی مخاطب، از سوی جامعه، بعضا از سوی خانواده، تنها چیزی که همیشه امیدوار کننده بوده برای ماها این بوده که بتونیم اثری تولید کنیم، بتونیم چیزی بسازیم، بنویسیم که شاید 10 سال بعد متوجه بشن یک سری از آدم ها. خیلی از ماها الان رو بیخیال شدیم. این چیز ظالمانه ایه که میگم، خیلی از ماها الان میگیم که بابا مخاطب چیه؟ خب به خاطر ضرباتیه که خوردیم از این داستان. من دانشجوی هنر میشناختم، فوق لیسانس هنر میشناختم که یک شبه تمام سازاشو فروخ کلا. گفت بابا برای چی اصلا تایم گذاشتم؟ برای چی این همه تمرین کردم؟ که چی؟ مردم که دارن فلان چیزو گوش میکنن، من چی بسازم؟ بعد از فوق لیسانس تو بهترین دانشگاه مثلا هنر ایران. تنها چیزی که ماها رو نگه میداره یه جاهایی اینه که شاید در آینده، بازم میگم من نوعی نیستم، من خیلی از آرتیست ها هستم و خیلی از آرتیست ها هستن، حتی هیپ هاپ هم نه، حتی رپ هم نه، دارم میگم خیلی از هنرمندایی که نمیدونیم اصلا کجا دارن کار میکنن، ولی کار طرفو که میبینی متوجه میشی اوه خیلی جلوه. امیدوارم که، یعنی بخوایم کلا حالا این بحث رو نتیجه گیری بکنیم، همون سوالی که ابتدای مصاحبه حالا بر ما به وجود اومد و اونو مطرح کردیم که آقا رسالت ما چیه و میخوایم چیکار کنیم، احساس کنم تو اینجوری بهش جواب دادی که ما در حال حاضر داریم تلاش میکنیم که خب اوکی اگه الان ساخته نشده آینده رو بسازیم. آره اگه الان شما نمیفهمی شاید بچت فهمید، چون کاری که تو داری الان میکنی همونطوری که خیلی از ماها دردمون اینه که چرا پدر مادرمون نمیفهمند، مثال میزنم، کاری که تو الان داری میکنی توی سن 23-24 سالگیت بچه تو هم به تو همینو خواهد گفت. اره. چی بود گوش میدادی بابا؟ یعنی چی؟ مثلا شپره گوش میدادین؟ حرفی که خیلی از بچه های الان باباشون، یعنی چی مثلا شهرام شپره گوش میدادین؟ ولی اون موقع دنیایی بوده، اون موقع شهرام شپره بوده، اون موقع نمیدونم، مثال میزنم، ابی بوده، داریوش بوده، هر چیزی. رسالت هنر در نهایت انتقال یک پیغامه برای من، برای من رپر، پیغامی که بتونه یه جرقه تو ذهنت بزنه. و تو ترجیح دادی این پیغام برای نسل آینده داشته باش؟ نمیگم حتما اینه، نه، خیلی هم تو نسل الان هستن که میگم دیدمشون. آره ولی یه روی کرده به نسل آینده، روی کرده اصلی من با توجه به شرایط کنونی که میبینم، آره قطعا آینده است. خب یکم از موضوع برام فاصله بگیریم، برگردیم به روسته اول کاریت. چی شد اصلا اون جرقه اولی که خورد که یه دفعه از تو یک آرتیست راب ساخت؟ ببین من موسیقی رو کلن سال 81 با ستار شروع کردم، واسه کلن آدم سنتی بازی بودم. فکت داری رو میکنم؟ آره من دایم ستار میزد، بعد شنیدم کارو، این کارو که نه، یعنی سازش رو نزدیک دیدم و اصلا یه هو یک حس عاشقانه ای به اون صدای زنگواره ستار پیدا کردم. از اونجا شروع شد. من نزدیک 3 سال ستار زدم و کلاً هم میگم سنتی باز بودم، خیلی کم پیش میامد. چرا؟ البته مثلا سندی گوش میدادم. خوبه که میگی. آره سندی گوش میدادم و نمیدونستم چیه، نه همه ترکای سندی، نه چیزایی که یه خوردش شبیه رپ بود و اصلا واسه کاستاشو از پسرم من میگرفتم، یادم، واسه خیلی بچه بودم دیگه، قبل اصلا داستان ستاره، میگفتم از اونا که تند میخونن خونده دوباره اصلا گواراسه یه ترک خونده و از اونجا بود. این پیش زمینه رو داشتم، یعنی با این حال میکردم، اصلا نمیدونستم چیه، فقط میدونستم چه باحاله، واسه فرق داره با بقیه چیزا. ولی کلا با ستار شروع شد، با دیدن اجراهای استاد چجریان، استاد لطفی، یعنی اصلا یکی از اجراهایی که سالها منو عاشقانه نگه داشته بود اجرای استاد لطفی تار میزدن در کنار هوشنگ ابتهاج، یعنی اون بود که اصلا من الان با کاراکتر الانت هم شده بعضی وقتا بری مثلا ببینی چه خبر تو دنیای موسیقی سنتی یا نه؟ ببین مثلا ادامهشو بگم. چیزی که اتفاق افتاد نمیدونم چی بود،
فقط میدونم که یه دفعه گفتم که این نیست اونی که میخوام. یعنی من نمیخوام فقط نوازنده ستار باشم. شاید خیلی بازم میدیدم، هنوز عشق میکردم، مثلا اجرای مثلا شجریان تو بم میدیدم هر هفته، مثلا هفته 3-4 بار میدیدم، حال میکردم. و ولی پیش خودم یه گفتم نه، من نوازنده ستار نباید باشم به نظرم توی آینده. اونجا بود که دیگه با دنیای کلن موسیقی نرم افزار و نرم افزار DAW اینا آشنا شدم. سال چند بود اون موقع؟ میشه سال 84، اواخر 84. پس هنوز رپ فارسی شکل گرفته بوده؟ آره بودش دیگه، یعنی تقریبا کم کم اونجا دیگه آشنا شدم. اواسط دبیرستان. و شروع جریان تو آشناییت با هنرمنده رپ فارسی بود یا نه از رپ؟ نه، من یاس شنیدم، سروش شنیدم. یعنی اولین ترکای رپی که گوش دادی ایرانی بود؟ البته اولش اینا نبوده، اولش کاست چیز بود، کاست آلبوم اسکناس از شاهکار بیش بله که من با اون خیلی حال کردم، اسکر اون کاست تنها آلبوم تاریخ مجاز رپ فارسی جدی، یعنی سال اگه اشتباه نکنم 81 اینا منتشر میشه، بعد خودم مجوز داره منتشر شده، یعنی من نمیدونم با من چی شده. ولی آره اولین کاری که به عنوان رپ شنیدم گفتم این مثلا رپه، شاهکار بینش بج بود. بعد دیگه کم کم افتادم دنبالش ببینم چیه دیگه. اون آلبوم زد بازی بود، بعد دیگه یاس گوش دادم، بعد سروش چیست بود، بعد دیگه همجوری کم کم پیش رو اضافه شد فانا شد. ولی اتفاق اصلی و انفجار اصلی همیشه برای من یک ترک بود. اون موقع امزیپر آلبوم اولش رو داده بود و یه ترک داشت به اسم خودتو گم کن که ترجمه لوز یورسلف امنم بود و من اونو شنیدم امزیپرشو، یهو اصلا 3-4 تا چک خوردیم بر اونم، گفتم این چیه، مگه میشه اینجوری نوشتیم، چه بیتیه اصلا. اون موقع نمیدونستم ترجمه اصلا. بعد گذشت و اصلا دنبال کردم اینم چیه این داستان. راسته یه شب رفتم ویدیو کلوپ سر کوچه همون، گفتم مثلا M&M داری؟ یه کسی هست به اسم M&M مثلا که خیلی آدم خفنی. آره که دوتا CD من داد مثلا، یه حالت فول آرشیوی ازش بود که اونو آوردم گذاشتم Lose Yourself و شنیدم و حجت بر من تمام شد. آره یادم دانشجو که شدم سال 86، من از 86 تا اواسط 88 فقط با MP3 پلیر لوز یورسلف گوش دادم، یعنی دو سال و اندی فقط لوز یورسلف گوش، هیچ چیز دیگه اصلا نمیتونستم گوش بدم. گفتم که همین اصلا دیگه تموم شد. و خب کجا بودش که تو از یک مخاطب تقریبا حرفه‌ای تبدیل شدی به یک آرتیست؟ یعنی حس کردی که خب اوکی من دیگه گوش دادم، حالا وقتی خودم این کاری بکنم؟ ببین هم موقعم که گوش میدادم کار میکردم، ولی خب قطعا میگم برای خودم هم خنده‌دار بود وقتی مقایسه می‌کردم مثلا کار خودم و وقتی مثلا با کار امنه مقایسه می‌کردم، گفتم اوه نه اصلا داستان یه چیز دیگه است. ولی کم کم همه چیز اصطلاحاً با گیر دادن به داستان اتفاق می‌افته. میگم با اینکه تو شروع کنی کامپیوترتو بشناسی، شروع کنی نرم افزارو بشناسی، اولی نرم افزاری کارگرم مثلا دنس دی جی بود، یه سری لوپ آماده بود میذاشتی کنار هم، یه سری ترک مثلا هاوس و تکنو اینا در تو تهران هم نبودی و تهران امکاناتت خیلی فکرم کرد. آره من گرم افزار بودم، امکانات که نگم برات. بعد اصلا هیپ هاپ ای جی اومد که از همون کمپانی بود. اون میکروفونه یا هم مسنجر نقش نداشت تو آراتو، چون برای همه داشته. ما نتیجه گیری بهش رسیدیم، میکروفونه یا هم مسنجر کل رپ فارسی رو رپر کرده، یعنی اونا نبوده مثلا رپر نداشت. یا هونه هم ولی اون میکروفونه، میکروفون کوچیک هم کلی ترک باشت رفت کنم تو خونه. آره بعد رسید به یه نرم افزار فل استودیو که دیگه بازش کردم و یه دو سه ساعت نشستم نگاش کردم، نمیدونستم چه اتفاقی داره قرار توش بیفته. تازه شروع شد که آقا چه جوری میشه موزیک ساخت با یه نرم افزار. یعنی تو دغدغه ساختن موسیقی هم داشتی؟ من از ابتداش همین جوری بودم، یعنی اصلا دوست داشتم بسازم. مثلا یادم اون موقع هم هنوز مثلا ستاره رو در یه دست
دستی بهش میزدم و اینا، حتی مثلا میکروفون رو میذاشتم جلوی ستاره، مثلا چه میدونم یه 4 تا نوت ستاره میزدم، بعد اونم میرفتم نرم‌افزار مثلا پد میذاشتم روش ببینم میشه همچین کاری کرد یا نه، که قطعا نمیشد اون امکانات. ولی خب آره، دغدغه ساختنه رو همیشه داشتم. و چی شد که رسیدیم؟ خواهم ببینم قبل از اون مجموعه اولی که اجتماع کنم یک روز کابوس بوده. تا قبلش فعالیتی داشتی که حالا نیمه رسمی باشه یا نه تو اولین فعالیت تقریبا رسمی یک روز کابوس بود؟ آره، چند تا سینگل ترک بود که یکی دوتا شو که اصلا تو خونه ضبط کردم و پخش کردیم. کجا پخش کردیم؟ چی جوری بود؟ همیشم داد میزنم. همین سایت مایتا بودن کلن دیگه. خب بعد یکی دو تا ترک اونجوری بود که تو خونه بود، بعد دیگه کم کم شروع شد که آقا پاشیم حالا موزیکه رو بسازیم، بیایم تهران استودیو ضبط کنیم، بدیم میکس کنن، که تو میکس خاصی هم اون موقع همچنان علمش نبود، و پخشش کنیم. آره چند تا سینگل بودش، چه میدونم اولین کاری که مثلا پخش کردم هستش این کارو، کاری قبل یک روز کابوس توی فضای مجازی. چون خود یک روز کابوس خیلی سخت پیدا میشه، خیلی سخت. آره هستن، فکر کنم سرچ کنی باید باشن. من بعید میدونم. خب برگرد سیستم خودم هستم. آره سیستم اومد است. برگردیم به اون سوالی که اون موقع پرسیدم، تو هنوز بعضی وقتا برمیگردی به ژانر سنتی یا نه؟ ببین خیلی خیلی کم میشه ارتباط بگیرم با کار سنتی، میدونم چند سالی هست، نمیدونم از کجا نشأت میگیره چرا، و اصلا زیر سوال نمیبرم سبک سنتی، چون اصلا این موسیقی خیلی غنی عجیب غریبی داریم ما. ولی نه، علاقه هم الان چیز دیگه ایه، کلان چیز دیگه ای، صداهای دیگه ای ارزام میکنن تا صداهای سنتی ایران. خب برگم به دنیای رپ، تو از همون ابتدایی که شروع کردی تا همین الان که اینجا نشستی هیچ وقت تحت هیچ شرایطی عضو هیچ لیبل خاصی نبود، در حالی که خیلی از هم نسل های تو که همزمان با تو تقریبا شروع کردن شو گفته که حالا 90%شون عضو یک لیبلی شدن یا عضو گروهی شدن یا حداقل فعالیت گروهی یا لیبلی برای یک مدتی تجربه کردن، ولی تو هیچ وقت اینطوری نبودی. دلیل خاصی داشت یا نه اتفاق بود؟ من دلیلش به نظرم برمیگرده دیگه به روحیات و کاراکتر خودت دیگه. من دوست نداشتم، بهترین جوابی که میتونم بدم. نه مشکلی به شما هم ربطی نداره. نه واقعا مثلا ببین یه چیزی که من دارم، نمیدونم متاسفانه یا خوشبختانه، دوست دارم خودم از صفر قضیه رو کنترل داشته باشم روش تا صد قضیه، و اینجوری به نظرم بیشترین نتیجه رو گرفتم تا حالا. وقتی که خودم میدونم آقا حرف اول شعرم چی قراره باشه تا نوت آخر موزیکم چه اتفاقی قراره بیفته، بهتر میتونم یه پروژه رو هندل کنم تا وقتی که چندین نظر بیاد. چون تو دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم الان علاوه فکری خیلی از هم دوریم، یعنی ممکنه چیزی که من توی یه نوت پیانو میبینم یه چیز خوشحال کننده باشه، یکی دیگه یه چیز ناراحت کننده ببینه، و این تفاوت حسیه که شاید اکثرا پیش میاد که من کمتر اصلا کار کنم حتی با یه آهنگساز دیگه ای. درست. خب این فکر نمیکنی باید بار خستگی به وجود بیاره؟ یعنی تو یک پروژه رو خودت ایده پردازی میکنی، خودت مینویسی، خودت آهنگسازی میکنی، همه کارشو خودت داری انجام میدی. ببین کاری که به نظرم این خستگی رو برات نداشته باشه، به نظر من برای خودم ارزشمند نیست. من زمانی که اصطلاحاً رسم کشیده شده و افتادم فقط میتونم بخوابم تو اون لحظه، اون لحظه است که میگم کار داره درست پیش میره. ببین یه کاری داری میکنی که انقدر خستت کرده و نتیجه این خستگی رو قطعا میبینه آدم. خب بیایم سراغ رزومه کارات. تو 7 آلبوم داری و این توی فضای رپ فارسی حداقل غیر عادیه، چون ما هنرمنده ها متاسفانه خیلی کم پیش میاد آلبوم داشته باشن به این تعداد. اصلا باید دونم داشته باشیم حالا 7 آلبوم. حالا بگذاریم 7 آلبوم داری و حالا همیشه هنرمنده ها میگن که آلبوم مثل بچه ها میمونن، نمیتونیم انتخاب کنیم. نمیخوام انتخاب بکنی در مورد بینشون، ولی خب یکم در مورد آلبومات صحبت کنیم. با کدومش احساسات بهتری داشتی؟ اگه خاطری از هر کدوم داری برام بگی. بچه هم یک روز کابوس اگه اولیش بوده، بعد پوچ بوده، هر جاش نمیکنم بگو، بعدی دیشب بوده،
بعد دیشب لغو بوده، لغو بود، انفراد بوده، رند بود و در نهایت 4 سال چهار. آره. ببین چیزی که برای من همیشه تو روند تولید یه اثر مهمه اینه که حداقل حداقل یک پله از اثر قبلی بهتر باشه. من توی یک روز کابوس چیزی که همچنان ایده‌ای که بوده ایده سینماتیک بوده ولی خام بوده. اره. یعنی همچنان اینترو صداگذاری اون آلبوم فکر کنم برای سال 88 اواخر 88 ضبط کردیم، همچنان اینترو صداگذاری توی 2 دقیقه تا انفجار صداگذاری داریم، شما تصویر قراره ببینی با یه سری ساند افکت و آترو دوباره صداگذاری، یعنی اون روند استوری محور. آره. متصل همچنان استوری محور بوده و میخواستم یه داستانی رو بگم ولی خب خام بوده چون علمم کم بوده تو اون دوره. پله پله پیشرفت کرده تا به انتها که برسه به 404 که در حال حاضر بهترین اثریه که من تولید کردم از نظر خودم. آه، یعنی بخوای انتخاب کنی مطلقا میگی 404. آره، از لحاظ کیفیتی و از لحاظ استوری تلینگ و داستان محوری و خلاقیتی که توی جاهای مختلفش استفاده شده، آره قطعا 404. اون کاری که در تمامی سالها میخواستی بکنی با استوری محوری تو 404. آره، تا اینجا تو 404، ولی یه ماه دیگر رو نمیدونم. امکان داره واقعا. آره. خب چون اتفاقات ببین، موزیک ساختن و شعر نوشتن کلا مغز انسان. من یه اول جراحی داشتم سال 86 فکت این سال. آره. من فوتبالیست بودم، بعد ربات صلیبیم پاره شده بود، جراحی کرده بودم تو دوره فیزیوتراپی و اینا بود، بعد مثلا 2 ماه و نیم پام تو آتل بود، وقتی هم تو آتل پات صاف میمونه دیگه. قرار بر این بود که زانو خم بشه طی چند جلسه، سری میگذرم. مثلا روز اول اگه 5 درجه خم میشد و با درد شدیدی بود، شب میخوابیدم صبح پا میشدم 25 درجه خم میشد. خب مغز انسان هم همینه توی موسیقی، شما هر چقدر بیشتر باهاش تمرین کنی اصلا هیچ ربطی نداره شما نابغه موسیقی باشی، نمیدونم ملودیا از ناکجا آباد به ذهنت بیاد، شعرها خیلی ماورایی باشه، نمیدونم اینا رو کی داره به هم میگه و اینا نیست، نه صرفا تو باید بشینی خسته بشی پشت کار به خرج بدی سوخت بدی تو این راه تا بعد 10 سال 15 سال بگی اوکی این یکی از اثرهایی که من خودم راضیم ازش. و اگه بخوای ببینیم که با کدوم یکی از آلبوم ها بیشتر خاطره داشتی چی؟ ببین بسته کیفیت رو ولکن، خودت مثلا میدونی که مثلا فلان مجموعه سختیه که توش کشیدم خاطره که داشتم برام خیلی ارزشمند بوده. من بازم میگم 404. بازم 404. انتظار داشتم آلبوم قدیمیاتو بگی. نه، آلبوم قدیمی ها صرفا خاطرات دوست داشتنی هن. 404 یه تجربه بزرگ تو زندگیه برای من. اتفاقاتی که توش افتاد تو طول تولیدش افتاد، داستانه پس پیش بذار ساله بعدی خراب بشه. در مورد تعداد زیاد آلبوم هات صحبت کردیم که واقعا این نکته خوب بود توی پرونده کاریت. یه چیز دیگه هم که الان توجه منو جلب کرد اونم بحث همکاریه. چون ما همیشه توی تمامی قسمت‌های قبلی با هنرمندی که روبرو میشینه در مورد داستان صحبت می‌کنیم که چرا همکاری کمه. و من داشتم نگاه می‌کردم توی رزومه تو خیلی همکاری داری. اولا بگو که به نظر چرا اصلا این همکاری‌ها توی رپ فارسی نیست و خیلی محدوده، و در درجه دوم این که خب چی شد که این همکاری‌ها رو کردی و از روندش راضی بودی تو همکاری‌ها یا نه؟ و همیشه گفتم همکاری زمانی باید اتفاق بیفته که شما شناخت چند ساله ای از هم دارین. باز برمیگردم فلش بک میزنم به این اتفاق که آقا قراری یه پیغامی منتقل بشه، وقتی قرار پیامی رو انتقال پیدا کنه، یه کسی که نزدیکی فکری داره به من میتونه مکمل من باشه توی اثر. نه کسی که صرفا میگه آقا صدای این آقا چقدر باحال، صدای این خانم چقدر باحال، بیا با هم یه ترک بدیم. خب اونجاست که به نظرم پیامی منتقل نمیشه، تو باید نشست و برخاست داشته باشی، باید به یک نقطه اشتراک. آره. فکری به هم رسیده باشی. آره دقیقاً، نه اینکه عین هم باشین، قطعا این اتفاق نمیفته، ولی آره. تو میگی آقا من از جاده سمت چپ دارم میرم، در نهایت نوک مسیرم اینه که اینو بگم به مخاطب، و میبینی فلانی از این ور داره میره، از سمت راست داره میره، در نهایت جفتتون قراره یه چیزی رو بگین. آره. ممکنه دنیاهاتون فرق داره. آره. ممکنه دنیاها خیلی فرق داشته باشه، ولی پیامی که قرار منتقل بشه یکیه. من اکثر همکاریام همین بوده.
و به نظرت اینکه همکاری کمه توی رپ فارسی مثلا ترس اینه که نکنه اون از من قوی تر باشه فلان نظرت چی داستان رو ترس نیست به متاسفانه ما ایرانی ها یه چیزی تو خودمون داریم و توی خیلی از آرتیست ها هست اینه که من از همه خفن ترم من بهترین چیزها رو میسازم من بهترین میکس ها رو میکنم من بهترین شعرها رو میگم من هر وقت همچین حالتی بهم دست میده صبح پا میشم شب یه موزیکی زدم به نظر خودم با این حس قابلیم که اه چی ساختم بابا صبح پا میشم یه دونه هانس زیمر پلی میکنم تمام میشه یعنی میگم که اوه اصلا ول کن کلن اصلا بحث رو ول کن که من خفنم برو چیزی رو گوش کن که 30 سال جلوتر از توه و هدفتو بذار که نزدیک اون شی چون من همیشه میگم سعی کردن حتما قطعیت نداره که تو به هدفت برسی نه ممکنه 20 سال تلاش کنی اصلا ویل کنی بری اصلا نشه باخت بدی همه چی اون وسط ولی میگم خیلی عقب داستان توی ایران خیلی عقبیم چون در لیول اولش ما اصلا ابزارشو نداریم هنوز ما همچنان داریم برخلاف روند تولید همه کارهای حرفه‌ای عمل میکنیم اگه موسیقی متن فیلمه همچنان آرشیف داریم مثلا یه فیلمی بهمون پیشنهاد میشه از تو فولدر ترسناک یه دونه ترک میکشیم میدیم به کارگردان ان میلیون تومان پول میگیره در صورتی که تمام موزیسیانای حرفه‌ای فیلم میگن که آقا این کارو نباید بکنی اشتباه ترین کاریه که یه کسی که موسیقی متن میزنه انجام میده دارم میگم ما کلا داریم برعکس میریم و تو این مسیر برعکس هم میگیم از همه بهتریم وقتی شما همچین فکری داری انقدر از بالا نگاه میکنی که میگی بابا من که پام بذارم اینور که این له میشه حالا بیاد بغل من وایسه بخونه آره همون بحث غرور کاری که وجود دقیقاً همینه و اصلا این مختص رپ فارسی نیست این تو ناخودآگاه خیلی از ما ایرانیاست من نمیدونم چرا اینجوریه خب یه اشاره داشته باشیم حالا خیلی کوتاه به موضوع برنامه ما در مورد رسالت هیپ هاپ صحبت کردیم میخوام اینو انتقالش بدم به اون تایمی که در فضای خارج از موسیقی توی خیابون توی هر جای اجتماعی طرفدارتو میبینی خب اون رسالت و اون انتظاراتی که تو داشتی از برداشت مخاطبات از موسیقی یه چیزیه وقتی میبینیشون باشون روبرو باشون هم صحبت میشی خب شاید با دنیای دیگه روبرو میشی میخوام در این باب صحبت کنیم چه اتفاقی میفته وقتی بچه‌ها رو میبینی تو خیابون اشکم ببین یک داستانی که هست و باید همه بهش فکر کنیم اینه که یه هنرمند وقتی یه اثری رو تولید میکنه وقتی یه کاراکتری رو میسازه شاید برگرفته از بخشی از جاهای زندگی خودش باشه ولی همه خودش نیست یعنی چه میدونم اگه مثلا تارنتینو فیلم اکشن بروتال میسازه قاتل سریالی نیست خودش کارگردانه فقط میتونه بسازه این دیگه اصلا چیزیه که نمیتونیم بفهمیم آقا چطوری انقدر خفن میسازی هیچکاک چجوری مثلا انقدر ترسناک میساخته توپاک چجوری انقدر خوب میخونده مثلا چجوری از خیابون خونده اینا چیزاییه که طرف میتونسته دیگه آقا به دنیا اومده و میتونسته این کارو انجام بده و انجام داده کج فهمی که بعضی موقع اتفاق میفته و راجع به خودم دارم میگم چون بقیه رو ندیدم که چه بازخوردی میگیرن اینه که فکر میکنن مثلا فرشاد کاراکتر فرشاد یه آدم ترسناکیه جدی میگم اینو بارها حتی به رفیقای رپر خودم مثلا با هم عکس گذاشتیم و طرف اینو به رفیقم گفته مثلا گفته راست فرشاد مثلا هیچ وقت نمیخنده عصبیه واسه با ایشکی دوست نمیشه یارو طرف یه چیزی ساخته که اون ساخته برگرفته از کاراکتری که تو مثلا دو فلان آلبوم داشت و البته آرتیست های دیگه بی تقصیر نیستن تو این داستان آرتیست های دیگه خیلی از هنرمنده تو هر سبکی عشقشون اینه که همین باشن در صورتی که این نیستن عشقشون اینه که مخاطب پیغمبر ببینه اون بالا یعنی مخاطب یه آدم نبینه فکر کنه مثلا چه میدونم معذرت میخوام بیادبیه آقا این اصلا این رپره دستشویی من شنیدم نمیره اصلا میگیرسی میگم در این حد طرف رو مقدس کنیم که یه همچین داستانهاییه نه واقعا آرتیست یه آدمه و نجار هم یه آدمه نجار هم خیلی خفن در میسازه شاید موقع کار کردنش هم فوکوس کنه و اخ کنه
ولی میره خونه اصلا با زن و بچه‌اش میخنده، اصلا بحثی نیستش. اون بحث اینه که آقا بیایم کاراکتر کاری بچه‌ها رو از زندگیشون جدا کنیم. دقیقاً همینه. فرض شدم یه انسان امکان داره بره تو خیابون، بره مترو، خرید کنه. قطعاً همینه. داریم زندگی میکنیم دیگه. فقط شغل من اینه، کار من اینه و عشق من اینه. عشق من اینه در صورتی که وقتی دارم یه کاراکتر میسازم برای آلبومم، درسته میگردم تو جای جای زندگی خودم ببینم میتونم از چی الهام بگیرم، ولی ممکنه وقتی دارم یه داستانی مینویسم واقعا یه ماه عصبی باشم. ممکنه واقعا اگه مثلا اگه مک رو دارم مینویسم واقعا غمگین باشم برای اون کاراکتر، ولی اون من نیستم قطعا. اونو من میسازم و اون آدم ممکنه هزاران نفر باشن توی جامعه. کسی که آرتیسته اینو میبینه، یعنی ریزبینیه یا هنرمند اینه که بتونه چیزی رو بسازه که خودش نبوده. درست. خب وگرنه از خودمون خوندن توی قشر ما، توی کسایی که رپ دنبال کردن، رپ زیرزمینی با تموم سختیاش، هممون میتونیم 40 تا دیوان شعر از زندگی شخصیمون بنویسیم، ولی خب چه فایده؟ آخه میدونی این داستان اونجا خیلی بولد میشه که ما میگیم که رپ کن هامون باید از واقعیت بخونن، بدون سانسور باشن، خود واقعیشون باشن تو موسیقی، و خب مخاطب میاد این جمله رو میشنوه و میگه خب اگه فرشاد داره یک فضای سیاه ترسیم میکنه از مثلا یک انسان توی مکر یا مثلا توی ترک اون مایم، خب این خودشه، پس فرشاد همیشه اینجوریه، همیشه غمگینه، همیشه عصبیه و این داستان به وجود میاد. من خودش رو دید خودش میبینم، این خودش نی، این دیده طرفه، طرف داره میبینه، طرف توی اون مایم داره یه کسی رو میبینه که اینجوری داره به قهقرا میره به خاطر رفتار توی جامعهش. طرف داره توی مکر یه چیزایی رو تو دوران حاضرش میبینه که میگه آقا این یه مکریه، این دیگه اسمش عشق نیست، این یه داستانی پشتشه. حالا جالبی قضیه اینجاست که هنرمند بتونه اینو از نظر من زیر پوشش تصاویر، زیر پوشش ایهام ها، زیر پوشش تمام تکنیک ها قرار بده که فهم مستقیم نرسه. آره به نظرم مستقیم گفتن تأثیر کمتری داره خیلی جاها. از نظر من مخاطب هدف من اینجوریه، یعنی دوست دارم که حداقل طرف یه خورده فکر کنه، یه خورده مغزشو به چالش بکشه تو این دنیایی که صبح تا شب تو اینستاگرامیم. یه ترک من میدم، یه دقیقه گوشی رو بذار کنار، البته هدفون بهش وصله، گوشی رو بذار کنار یه لحظه و وقتی داره گوش میکنه فقط مغزش به چالش بکشه که آقا منظور این بود یا این بود. اون تیکه برای من خیلی جذابه. چرا؟ چون سلیقه من اینه. همون به چالش کشیده شدن ذهن مخاطب برای تو دقیقاً همینه. چون من میگم سلیقه خودم همینه، سلیقه من تو فیلم دیدن همینه، تو موسیقی گوش کردن همینه، و تو ناچاری، اصلا دست تو نیست وقتی یه شعر مینویسی که خیلی انتقاد میکنن نه فلان چقدر پیچیده است فلان. نه این منم، این دید منه، اگه دوست نداری برو یه دید دیگه ای رو گوش کن. این اصلا اجباری وجود نداره که تو اینو گوش کنی. یعنی مگه من گفتم آقا بیا بشین با زنجیر و اصلا به صندلی این که من نوشتم خیلی پیچیده است یا خیلی ساده است همینو با تا آخر عمرت گوش کنی؟ نه آقا گوش نکن، برو یه چیز دیگه گوش کن. من اینو تولید میکنم که یه سری دیگه گوش کن. در مورد انتقاد صحبت کردی، یه داشتم حالا قبل از اینکه مستقر شروع میکردیم داشتم حالا کم نگاه میکردم ببینم معمولا چه دست انتقاداتی میاد به سمت کاراکترت وارد میشه. یه چند تا چیز بود حالا جدا کردم گفتم با هم دمروش صحبت کنیم. یکیش بحث اینه که خیلی از منتقدای تو میگن فرشاد همیشه دارد یک دنیای سیاه میخونه و داره مفاهیم سیاه رو القا میکنه به ذهن مخاطب. حالا بالاخص کار قدیمی تره، من احساس میکنم کار جدیدت حالا شاید اینجوری نباشه زیاد، و این انتقال مفاهیم سیاه، مفاهیم دارکتر با آرمان های هیپ هاپ در تضاد. من اینو بارها شنیدم که آقا هیپ هاپ جریانه، هیپ هاپ خیابونه، انرژی، و اینی که شما داری از فلان رپر گوش میدی خب غم و غصه است، همش فایده نداره. در مورد این داستان میخوای صحبت کنی، صحبتت چیه؟ من اسمشو غم و غصه نمیذارم، ممکنه تاریک باشه، ولی شما تا تاریکی رو نشناسی روشنایی برات بی‌معنیه. خب چیزی که من میگم، اتفاقی که برای یک شخص توی آلبوم میفته، توی آلبوم رند میفته مثلا، اتفاقا خیلی تلنگره. یعنی توی خونه خاله من دارم چی میگم؟ همون رند اصلا یک مجموعه بود که خیلی هم مفتن آقا آره، خیلی سیاهه فلانه. من دارم میگم آقا یک شخصیت اوسیانگری که اول آلبومه داره میگه من رندم، شما به شمعی میرسونی که میگه آقا من خاموش میشم ولمون کن. خب
شما باید بین این دوتا ترک اول و آخر بگیری ببینی چه اتفاقی داره برای یه کاراکتر توی جامعت میفته که طرف از اون اوسیانگری و از اون انرژی و از اون صدای الکترونیک و گیتار زیرش و اینا میرسه به این که یه استرینگ خیلی آرومی سمپل شده و طرف داره خودش رو به شمعی تشبیه میکنه که میگه من انقدر از دستتون اشک ریختم که با اشک خودم خاموش میشم. خب اینجا جاییه که من میگم آرتیست جلو میزنه از مخاطبش. این قشنگ تفاوت نگاه توه با نگاه مخاطب. آره آره ببین یه خورده کمبود شناخت از من الان احساس میکنم تو همین الان با همین جمله ساده که گفتی یه حالتی بودش که یه کلید باز کردی برای تفسیر راحت تر رن. شاید تا قبل این حرف تو همچین نگاهی رو رن نم. آره دقیقا همینه متاسفانه. من میگم باز برمیگردم به این که طرف فکر میکنه من یک آدم ماتم گرفته ایم که همیشه افتادم یه گوشه ای و مثلا بیرون نمیرم و رفیق ندارم مثلا، در صورتی که این نیست. اتفاقا آرتیست ممکنه خیلی از دوران زندگیش، همه آدم ها ممکنه خیلی ناراحت باشن، حالا آرتیست اثر تولید میکنه، یکی دیگه غذا میخوره زیاد چاق میشه. داستان اینه که یه خورده شناخت هنر پایینه و این اصلا تقصیر مخاطب نیست، این به نظرم تقصیر آرتیست هاست که تو باید بشناسونی هنر چیه. تو باید وقتی اثری تولید میکنی با پیامی که میدی، با ساختاری که میسازی، هم مخاطب رو نگه داری که آقا این اثر باحالیه. خب دومی که بهش بفهمونی که هنر چطوری میتونه باشه. نمیتونیم بگیم هنر چیه واقعا، ولی میتونیم بگیم هنر چی نیست. یعنی با همین یه جمله میتونیم بگیم که آقا اینایی که داری میشنوی، اینایی که داری میبینی، این شبکه های مجازی، همه این اتفاقات بخش زیادیش از طرف یه سیستم دیگه ایه که اصلا هدفش هنر نیست. به اسم هنره. تو میخوای هنر رو بشناسید، کتاب راجبش بخون، آثار درست گوش کن، آثار درست ببین. الان دیگه تو یه گوگل کنی مثلا تاپ 250 مثلا فیلم دنیا رو برو ببین. میدونی این شناخت هنر که گفتی پایینه، احساس کنم گریبان کاراکتر آرتیستی تو هم خیلی گرفته. مثلا توی کاری منتشر کردی و به قول خودت چون شناخت هنر پایین بوده، نتیجهش این شده که تفسیرهایی ازش اومده که اصلا نیستی بوده که مثلا من بارها دیدم توی مثلا خیلی از جوامع حالا به اصطلاح منتقدونه که نتیجه نقدشون از یکی از آثار تو شده که تو عضو سیستم یا مثلا فلانی داره اینجا شیطان پرستی تبلیغ. آره میگم دیگه، چون طرف داره همه برخورد کردی با این نقدا، واکنش چی بوده؟ من واکنشی ندارم حقیقتا و خیلی ها به من میگن که چرا مثلا چیزی نمیگی، چرا از تعریف ها مثلا تمجید نمی کنی، از مثلا انتقاد ها مثلا بحث نمی کنی. من بحثی ندارم که، من اثرم رو تولید میکنم. اصلا بیام جواب کیو بدم؟ من نه تو رو میشناسم که کی، نمیدونم که زندگیت چیه. اگه من دوست داری دمت گرم، من نیدم تا حالا. اگه منتقدی خب نقدت اشتباس. من می احساس میکنم مثلا میخوام میونو کلمات من مثلا میشینم مثلا ترک سینگل ترک تیغ و پارسال، من کلن از رند توی رند فکر میکنم دو یا سه تا ترک درست یادم باشه سمپله توی 404، یه ترک سمپله آره و همین. من مثلا سه سال گذشته دو تا ترک سه تا ترک سمپل کردم، تیغو دادیم بیرون و خب یکی اومده همه جا نوشته که این چه سمپلیه گرفتی. یعنی من بیام جواب اینو بدم؟ مثلا من میام که آقا مثلا تو ثانیه فلان مودولاسیون داره اتفاق میفته رفیق، مثلا گیتار الکتریک عوض شد، گیتار کلین گذاشتم، زیرش استرینگ داره هارمونی فلان میزن. مثلا بیام اینا رو برای چی به تو بگم؟ تو اصلا نمیدونی. اصلا هیچی نمیدونی، فقط اومدی یه چیزی شنیدی که آقا آهنگساز رپ همش سمپل میکنن فلان. باشه و ردیف، بیا بنویس همه جا، بنویس بیا اصلا بزن در خونم این چه سمپلیه. برای من مهم نیست، من میدونم که اثری که ساختم درسته در حد توانم، همین برام کافیه. من احساس کنم این داستانی که داشتیم در مورد تفسیرهای اشتباه میگفتیم بیشتر رو نبوده اطلاعات، حالا خود جواب حرفان رو دادی. وقتی که یه مخاطبش رو میشنوه
مثلا یک موسیقی هست تو میشنوه که تو مثلا توش از چه میدونم یک جمله پیچیده استفاده میکنی یا از یک عدد استفاده میکنی یا از یک نماد استفاده میکنی به هر نحوی، چون نمیدونه این چیز چیه میترسه و طبیعتا یک جبهه میره که خب دوزو سیستمی مثلا توفا داره که شاید اگه اون جمله اون نماد اون بحثی که تو کردی بخواد تفسیر بشه حتی چیز دیگه ای در بیاد مثلا در خلاف این بحثی بوده که طرف داشت شده. یه نقد دیگه که شنیدم گفتم حالا بگیم تو انتقادا صحبت می‌کنی بحث رپ نسرگون است و خودت هم بارها دیدی این نقد میاد که آها دارید بدون فلو رپ می‌کنید. حالا من کاری ندارم که این جمله بدون فلو رپ چن اصلا است بیخوب و اشتباهه اصلا نشدنیه نمیشه کاری ندارم بس رو بارها کردیم، ولی خب خیلی میام میگن که فرشاد رپ نسرگونه می‌خونی این نسر این رپ نیست فلان و بیسار، بخواید در این داستان صحبت کنید؟ باز برمیگردم به فقر گوش. طرف همچنان طرف رو باید بگیم اطراف خیلی طرف های زیاده همچنان به این فکر میکنن که اگه آهنگ رپ درام نداشته باشه رپ نیست. یعنی همچنان دوست داره یه چهار چهارم بشنوه اون زیر یکی هم پوش سر هم قافیه ها رو بگیم. من کاری نداشتم که توش قافیه نداشته باشه که بهش بگیم نصر که بهش بگیم دکلمه، کاری داشتم که درام نداشته باشه. امینم تو ریوایبل داره واکام واتر نصر هم داره هزاران رپر وینی پس تو آلبوم آخرش داشت. این که گفته میشه اگه درام نیست دکلمه هست به همین شدت خنده داره که نمیتونم جمله‌مو ادامه بدم. چی دکلمه هست؟ شک نصره. آفرین مثال خوبی زدی. مثلا من در مورد شک خیلی شنیدم طرف بیا شک دکلمه است اصلا فلان نیست. من برات ویولونسل میذارم با پیانو و ویولون و اینا بیا با فلو روش رپ کن ببینم کسی میتونه یا نه. کسی میتونه منظورم کسایی هستن که این حرفو میزنن، خیلی ها میتونن. داستان اینه که باز برمیگردیم به اینکه تو شناختی نداری، تو صدای پیانو بشنوی یکی روش رپ کنه میگی این رپ نیست، در صورتی که پس چیه مثلا اون تغییرات فلوی همون نبود شناخت هنرش بس شده، تغییراتی که توی شک داره اتفاق میفته که یهو اصلا اپیک میشه حماسی میشه دوباره بر میگرده فلو عوض میشه همه این اتفاقی که هزاران بار بحث کردیم راجع به فلو و فلان و اینا، پس اینا چیه تو ساختار این دیراک داره برگزار میشه مثلا رپ دیگه مثلا چی میتونی اسمشو بذاری؟ نه اینا همش میگم بحث بخشیش علم کمه خیلی از مخاطبینه و بخشیش کاریه که آرتیست هایی که به اصطلاح خیلی شناخته شده ترن به وجود آوردن که این چیزیه که همینه. خب بحث همکاری رو کردیم ازش گذشتیم، ولی الان داشتم فکر میکردم دیدم خیلی حیفه که از همکاری ها صحبت کنیم ولی اشاره مجموعه انفراد نکنیم. مجموعه انفرادی مجموعه بود که به صورت مشترک با امداد منتشر کردی، فکر کنم یه نقطه خیلی پررنگی توی پرونده کاری جفتتون چون فیدبک هایی که بعدش گرفت اصلا خیلی متفاوت بود با آثار قبلیتون و اتفاقات خیلی خوبی براتون افتاد. میخواید در مورد انفراد صحبت کنیم؟ آره اصلا چی شد انفراد از همون روند ابتداییش تا ببین داستان برمیگرده به همون شناختی که گفتم. یعنی من با امداد و زمانی که گرمسارم بودن میشناختم هم دیگر رو دیده بودیم یکی دو بار تو استودیو این بار اون بار صحبت میکردیم ولی رفاقت نزدیکی نداشتیم تا اینکه ما اومدیم تهران بیشتر هم دیگر رو دیدیم. به نظرم دلیل این که اون مجموعه به حال در اومد و حالا خیلی ها دوستش داشتن همچنان هم گوشش میدن و متاسفانه کیفیت خوبی نداره به خاطر علم پایینی که من اون موقع داشتم سر میکس کردن، نزدیکی حالات روحی توی برهه زمانی از زندگی بود. یعنی علاوه بر این که تو طول هفته ممکنه 5 روز 6 روز با هم باشین یه سری اتفاقات تو زندگی و رفاقت ها میفته که شما احساس میکنی این برای تو هم افتاده این برای من هم افتاده. خب کم کم که این نزدیکی ذهنی و روحی اتفاق میفته وقتی شما حالا رپری شما هر کاری هستی توی هنر به این فکر میفتی که میتونیم مکمل بشیم و یه پیامی با این برسونیم یه کاری بسازیم باش حداقل از این اتفاقاتی که افتاده یه شالوده یه حاصلی در بیاریم و به گوش خیلی ها برسونیم. به نظرم نقطه قوتش که برخلاف کیفیت بعدش دارم میگم کیفیت بعد میکسی
به گوش خیلی خوش اومده و همچنان گوشش میدن، به نظرم این نزدیکی فکره بوده، چفت شدن دوتا آرتیسته بوده و خیلی هم با تاثیر گذاشت تو این کار. هنوز هم فکر کنم فیدبکش رو میگیری؟ آره همچنان میگم، خیلی ها دوستش دارم و خیلی ها گوشش میدن. فرشته یه سوال خیلی مهم، تو در کنار رپ کردن آهنگسازی رو هم خیلی حرفه‌ای دنبال می‌کنی و شاید بر خیلی سوال باشه که تو خودت رو بیشتر یک رپ کن میدونی یا یک آهنگساز؟ چرا این سوال رو میپرسم؟ چون توی زمین آهنگسازی حالا توی چند تا مسابقه هم شرکت کردی، رتبه بردی و حالا همون هم خیلی تاثیرات خیلی زیادی گذاشت. تو خودت رو بیشتر آهنگساز میدونی یا رپ کن؟ من خودم رو آهنگسازی میدونم که مدیون رپه، یعنی اصلا نمیتونم بگم صرفا رپرم یا صرفا آهنگسازم، نه من با رپ شروع کردم، یعنی اصلا کلام بود که منو مجبور کرد به اینکه آقا حالا باید خودت موزیکرم بسازی. خب ولی همونطوری که میگم لول به لول برای من اتفاق افتاد، من دیگه 4-5 سال پیش رسیدم به اینکه آقا ساختار تلفیقی موسیقی الکترونیک و ارکسترال چیزیه که من میتونم هر حالتی رو برای شنوندم ایجاد کنم، میتونم ناراحتش کنم، میتونم به وجد بیارمش، میتونم خوشحالش کنم کمتر ولی میتونم همه این کارا رو باش بکنم. بنابراین کسی رو نمیبینم که بتونه اون حالاتی که من میخوام با موسیقی ارکسترال در بیاره، با سازبندی ارکسترال در بیاره، بنابراین باید خودم بسازم. من غرق تو جفتشم، یعنی اگه هر کدوم نباشن من نیستم در واقع. یعنی امکان داره مثلا ما به جایی برسیم که بیاد همچی فضای منتشر بکنی و مثلا خب بگیم که خب اوکی اصلا ژانرش فرق داره، اصلا توی ژانر رپ نیست؟ اگه قرار کلامی از من منتشر بشه همیشه به عنوان رپ، ممکنه چه میدونم تو 404 مثلا سعی کردم یه جاهایی هم راک باشه، ولی همیشه فوکوس روی رپه. اون زیر ممکنه خیلی اتفاقای موسیقی بیفته از طرف خود من و حالا شاید موسیقی متنی در آینده باشه فلان فلان، ولی هیچ وقت به عنوان یک آهنگساز صرف اثری رو وارد بازار رپ نمی کنم که بگم آلبوم اینسترومنتالی از طرف من داره میاد بیرون، نه من رپرم، کاری که میسازم برای خودم و روش می نویسم. خب آخرین اثری که ازت منتشر شده 404، حالا با یک سری فیدهای مثبت یک سری فیدهای منفی اتفاقی توی مارکت افتاده، در مورد 404 صحبت کنیم، روند پروژه، اصلا خودت از خروجی پروژه راضی بودی؟ اتفاقاتی که افتاد چی شد اصلا؟ 404 برای من یک دوره زندگی پر از تجربه های عجیب و غریب و تلخ و شیرین بوده. اگه بخوام لحاظ کیفی بررسیش کنم، به شدت به غایت راضیم از چیزی که تولید کردم. ممکنه خیلی جاها درک نشده باشه هنوز، نمیدونم مثلا من دیدم یه جایی راجع به این که طرف گفت آقا من آلبومت از آخر شروع کردم دارم گوش میدم میام اول، بعد من اینجوری بودم که مثلا من یه سال و اندی زمان گذاشتم که یه خط داستانی داشته باشم از ابتدا به انتها، بعد شما شروع کردی از انتها به ابتدا، کل هرچی تو ذهن من بود. آره یعنی کلن یه سال و نیم شما نشستید ساختید، دمت گرم، من از اینجا شما میخوام گوش کنم برم عقب. راجع روند کلن موضوعی 404 بازم میگم من آدمی نیستم که توضیح بدم چی داره میشه تو آلبوم، فکر کنم نباید هم زیاد توضیح بدیم، توضیح نیست، ولی استارتش این خورد که بنابر این بود که یک کاراکتری ساخته بشه که در یک دوره زمانی زندگی میکنه که اصطلاحا پسا آپوکالیپسی، یعنی آخر الزمان رد شده و این کاراکتر هست، قرار بود داستان از اینجا شروع بشه و خشک شروع بشه. چرا خشک شروع بشه؟ چون ابتدای آلبوم یک ربات داریم که داره مکالمه میکنه با کاراکتر داستان. ربات نماد سردیه، قرار آلبوم سرد شروع بشه. حالا شما تا انتهاش ممکنه هزار بار سرد شی، هزار بار داغ شی و برسی به انتهای داستان. میگم 404 برای من یک زندگی بود و خود راضی بود از من دوستان. به شدت راضیم از چیزی که ساختم، یعنی در این حد راضیم که میگم در حدش نیست تو این ژانر، به جرأت اینو میگم. امیدوارم خیلی ها خیلی حرفا رو نزنند، ولی
من از دید یه آدمی که چند سال موسیقی گوش کرده میگم که نیست در حد این داستان. اصلا ابایی ندارم. من همیشه میگم رقابت اینجا اتفاق میفته که شما اگه جنگی با من داری، اگه بحثی داری، اگه دعوایی داری و اگر آرتیستی، ادعای آرتیستی داری، اثر تولید کن. تو نمیتونی اثر منو نقد کنی در حالی که خودت 4 سال اثری ندادی. خب این خودت کسی نیست، این خودت هر آرتیستیه که به خودش اجازه میده که بگه نه اینجاش اینجوریه، به نظر من اینجوری بهتر میشه. اگه بهتر میشد تولید کن، بیا یه الپی بده که مدت زمانش 70 دقیقه است، ببینم میتونی هندل کنی یا نه. باز میگم این ادعا نیست، این اتفاقیه که افتاده و کاری که من ساختم. اگه جربوزشو داره هر کسی تولید کنه، اگه نداری هیچ جایی نشین راجعش صحبت کن، چون اصلا نمیدونی چه اتفاقی داره توش میفته. تو اصلا همچنان نمیدونی که کامپوز کردن یه موزیک از چه لولی باید شروع بشه. خب وقتی هنوز گیر کردی رو این که راجع به آهنگسازی نظری بدی که چرا آهنگسازی آلبوم اینجوریه، اینجوریه چون من میتونم بسازم. من همیشه به کسایی هم که شاگردامن آموزش آهنگسازی میدم میگم که آقا یک بیت خوب، یه موسیقی خوب حتما مبناش این نیست که شما تعداد لاینای، تعداد سازهای زیادی داشته باشی یا که چه موزیک خفنی تولید کردن. نه، ممکنه شما با 2 لاین پیانو، درام یه موزیک خیلی خفن بسازی، ولی من موزیکی توی آلبوم دارم که 50 لاینه. اگه توی رپ فارسی داریم اوکی، بیا راجع به آهنگسازی صحبت میکنیم. راجع به کانسپت که اصلا من بحثی ندارم، یعنی هر کسی هر جایی بشینه هر حرفی بزنه من میگم باش ردیف، اصلا بحثی نمی کنم کلا، چون به قدری به نظرم خوب در اومده همه چیز و در کنار اینا مکملایی که تو آلبوم اضافه شدن تکمیل کردن این مفهوم رو که دوست دارم مخاطبم متوجه بشه که 404 چیه، داره از کجا حرکت میکنه، این همه مکانی که توی آلبوم کجاست، چه بلاهایی داره از طرف کیا سرش میاد، چرا یه جا ناراحت میشه، چرا یه جا عشقو پس میزنه، چرا یه جا شک میکنه، قفس چیه. خب دوست دارم همه اینا رو متوجه بشن. اصلا مخاطبو که هیچ امیدوارم متوجه بشن که میدونم خیلی هاشون با چیزی که با بازخوردی که من میبینم این طرف اون طرف میبینمشون توی خیابون، میبینم که اوکی 70% داستانو گرفته. ولی چیزی که برنمیتابم هیچ وقت اینه که کسی بیاد راجع به ساختار موسیقایی و ساختار شعری و کانسپتی آلبوم، مفهوم آلبوم بیاد صحبت کنه، چون من اصلا مفهومی نمیبینم تو چند سال اخیر رپ فارسی. یه سری دلنوشت میبینم تموم شد رفت. اگه تونستی، اگه همیشه بحثمون اینه که او فرم چیه و کانسپت چیه، این دوتا از هم جدا نیستن، صحبت‌های تئوری که فلان پشت فلان تریبون داریم اینجوری بنویسیم، نه آقا، آرتیست میسازه، آرتیست نمیره بشینه نقد کنه اینو، نقد کار کس دیگه ایه که نداریم تو رپ فارسی. تو رپ فارسی کسی رو نداریم که موسیقی حتی بشناسه، پس کی داره منو نقد میکنه؟ کسی که حتی نمیدونه مثلا آقا میشه پا رو فراتر از سمپل گذاشت، این آدم نمیتونه منو نقد کنه. من منکر سمپل نیستم، من میگم توی رندم سمپل دارم، توی 404 هم سمپل دارم، ولی تعداد کمه. چرا؟ چون میگم اثری اورجیناله و اصله که از نقطه صفر ابتداییشو شما بسازی. بنابراین همچنان ادامه دادن به دل نوشت، همچنان ادامه دادن به سمپلای خیلی ساده بی سر و ته و اسم گذاشتن رو خودمون به عنوان آرتیست درجه 1 اشتباه بزرگ و بی‌انصافی بزرگیه که داریم در حق همون مخاطبی میکنیم که هر چیزی داری از اون داری. وگرنه اگه برات مهم نیست، اگه مخاطب هدفی نداری، اثرتو تولید کن تو استودیو، بذار خونه بشین گوش کن عشقو، اصلا نقدی نکن که چرا فلانی اینجوریه چرا نیست. نه، اگه خیلی بلدی، اگه خیلی جنگ داری، اگه خیلی دعوا داری، بساز اون تو منو بزن. رقابت اینجا شکل میگیره، رقابت خیلی وقت از لاتبازی ما توی چمنو خیابون و اینجور کارهای لومپنی و اینا گذشته. رقابت و جنگ اصلی توی اگه رپ رو یه جنگ ببینیم، همیشه که من میبینمش، رپ برای من اصلی ترین جنگ توی زندگیم بوده.
همیشه اون توه، همیشه پشت میکروفونم و همیشه پشت کامپیوترم که چطوری میتونم اون جنگو ببرم. و این 10 دقیقه رو که صحبت کردی و خیلی ویژه میذاریم کنار با مانه درد داد. من میترسیدم وارد حرفات شم، برخورد با اون اگه اجازه بدی سال بعدی یه نقد دیگه که حالا من خیلی شنیدم در مورد 404، فکر کنم خودت هم شنیدی، بحث اینه که میگن 404 تاثیر گرفته از ماتریکسه. ماتریکس چند تا دیگه فیلم مثل ماتریکس دیدن کسایی که این حرفو میزنن؟ در بعد فضا و مکان چند تا فیلم بعد از 2001 اودیسه فضای کوبریک از سال 1900 فکر می‌کنم اون فیلم برای 69 باشه، چند تا فیلم دیگه بعد از اون ساخته شد و همه این دوستان اون فیلم رو دیدن. آیا به غیر از این بوده که ماتریکس خیلی روش تبلیغ شده و شما اونو دیدین توی ماهواره نمونم شبکه 4 چی چی تی وی تون مثلا چنم شبکه 4 تون فلان فرقی نداره، شما چیزایی که توی زندگیت میبینی تو ناخودآگاهت اثر میذاره. نه من منکر این قضیه نیستم که هر اثری که تولید میشه در حال حاضر جهان، اصلا ایرانو ولش کن، الهام گرفته از چیزی که تو قبلا شنیدی و دیدی. مگه میتونیم ولی تلاش کردی که تکمیلش قطعا همینه، یه چیزی بوده همینه. یک جرقه برای تو زده و تو تکمیلش دقیقاً همینه. توی ماتریکس یه دنیایی داریم. اوکی، آیا دنیای 404 دنیای ماتریکس؟ نه، یک دنیای رئاله. من دارم میگم که آپوکالیپس اتفاق افتاده. آیا توی ماتریس آپوکالیپس اتفاق افتاده، آخر زمان شده؟ نه، اون یک دنیای موازیه. من یک دنیای ریل واقعی چه میدونم 100 سال بعد، 1000 سال بعد، 2000 سال بعد دارم میگم. الهام گرفته از هزاران چیز، هر اثر هزاران چیزی که تو از بچگی دیدی، اصلا اینو منکرش نمیشم. ولی اینکه بگیم صرفاً مثلا الان چند سال 97ایم، آره فرشاد سال 95 یهو سگانه ماتریکس رو دیده و گفته آه من رو این یه آلبوم می‌سازم، نه با اون خیلی وقت پیش دیدم این فیلمو، تموم شده پروندهش برام. اگه تو دو بار دیدی، من 25 بار دیدم، خیلی بیشتر از شما دیدم. پس اوکی بازم میتونی بگی، ولی هر چیزی که بدون اطلاعات و بدون علم بگی برام ارزشمند نیست، اصلا من مهم نیست برام. من کار خودمو میکنم، من خودم به هدف خودم دارم. خسته شدی؟ نه آره. بریم سال سال تقریبا انتهایی. بریم. شده از هنرمندی الگو بگیری توی کاره؟ نگو نه که من نمیپذیرم، چون معمولا نیست، طبیعیه که ما تو هنر با الگوگیری شروع کنیم. آره قطعا همینه. اصلا جمله معروفی داره آقای داریوش، فرهنگ فکر میکنم، که اصلا هنر از تقلید شروع میشه. تا از ناخودآگاهت که یه خوی آرتیست در نمیه که. نه من ابتدای کار میگم از همون لحظه که Lose Yourself Eminem شنیدم، من به این فکر میکردم که Eminem بشم. یعنی فقط تو ذهنم همین بود که آقا من میخوام این بشم، اصلا این خیلی خفنه همه چیزش. و بخشیش به خاطر سنه، ممکنه تا سن بالا متوجه نشی که آقا تو نباید Eminem بشی، تو Eminem نیستی، Eminem داریم، خب یه چیز دیگه بشه. ولی داستانی که برای من اتفاق افتاد، من همچنان حتی توی یک روز کابوسم رد پای امنم توی تمام ذهنیت من هست، توی تمام لحنای من هست به صورت ناقص. چون میگم طرف کسیه که نمیتونی بشی، حتی نمیتونی نزدیک بشی. یه چیزیه که اون بالا هست، یه امنمه، مثلا توپاکه، تو مثلا توپاک نمیشی، تو بیگی نمیشی. اینا کسایی هن که استثناهای عجیب غریبی هن. بازم برمیگردم به چیزی که نیم ساعت پیش گفتم، گفتم شاید بعد 20 سال تو بتونی نزدیک بشی. خوشبینانه اینجوری نما کنی که آقا من 20 سال تمرین میکنم نزدیک بشم به این. ولی قطعا نمیتونی منکر بشی که تأثیر وحشتناکی میذاره. و تو، من به تمام کسایی که گیرن تو این موضوع میگم که آقا فایده ای نداره، یه دونه از یه چیزی داریم. اون هست، کسی اورجینال بخواد اصلشو بخواد میره اونو گوش میکنه. سراغتونه زمانی اتفاق میفته اون تحوله که تو بگی من فرشاد چی دارم برای ارائه. لحظه که من اینو به خودم گفتم، دو سال و نیم هیچ اثری نتونستم بنویسم. یعنی بعد از یک روز کابوس من تعطیل شدم، تا دو سال و نیم بعدش پوچو دادم. یعنی اونجا یهو عوض شد اصلا داستان، کلن یه جای دیگه ای از حنجره من اومد. اگه قرار بود خشم باشه، از جای دیگه ای از دلم می اومد. اصطلاحاً تیپ نبود دیگه، خود فرشاد بود. یک روز کابوس برگرفته از ام ان ام و سینگلای قبلش، ولی از پوچ
ظهور یه فرشاده، فرشادی که من خودم عمیقا درون خودم میشناسمش. یعنی ساخت کاراکتر ابتدایی تو واقعا بدون خود روکو حقیقی بگیم الگو گرفته از زمین. دقیقاً. و میریم سراغ اون سوال معروف ما همیشه هر کدوم از مهمونام که میاد ازش میپرسیم که 5 تا از رپ‌کن‌های محبوبشو برامون بگه. چه ایرانی چه خارجی. بعد اکثرا بچه‌ها تو این سوال یکم داستان داریم باشه. ببین به نظرم داستان داشتن میخوره به اینجا که من باز نظر شخصی خودم میگم، اسمان رو میگم و من اونو مثل شیر نشستم که بگی. داستان اینه که شما بعد مدتی که کار میکنی توی زمینه ای، اگه رفیقت اگه رپکن دیگه کار میده، اگه خوبه حال میکنی و اگه خوب نیست میگه که داشت مثلا باحال نیست. خب این باحال نیسته به این معنی نیستش که تو رپکن محبوب من دیگه نیستی، من دیگه گوشت نمیدم. نه، این یه خورده رفتار حرفه‌ای تره و کنار گذاشتن احساسات نسبت به همکاراست که آقا تو رفیق منی، اوکی اصلا با هم میریم بیرون شام میخوریم رفت آمد داریم، ولی اگه اسمت رو مثلا فلان جا اون هنرمند محبوبم نگفتم به معنی نیست که مشکلی باشه. دقیقاً همینه. ولی من میگم الان رپ کن محبوب ایرانی کار خوب بیاد من گوش میکنم. ببین رز کار خوب داره، بامداد کار خوب داره، بعد چه میدونم سروش همیشه کار خوب داره، بعد امید سفیر کار خوب داره، هممون کارهای ضعیف‌تر هم داریم. خب دوستا نمیتونی بگی که طرف همه کاراش خفنه، نه میگه خدای طرف مثلا چه میدونم هستش دیگه، سری آزمون خطایه دیگه، تو میگه این کارا رو بکنم چجوری در میاد خوب در نمیاد. یعنی اسامی که گفتی اونه پاسخ باید در نظر بگیریم. آره من میگم همچنان هم اینجوری هم که کار خوب بیاد آقا خوبه دیگه، یعنی برات فرقی نداره کی این کارو بخونه، کار خوب خیلی فرق داره. نه ولی جدی کار خوب باشه در حال حاضر الهازت هم کیفی هم مفهومی هم تکنیکی، خب کار خوبیه دیگه. حالا چه رضا بده، چه رضا رز بده، چه بامداد بده، چه سفیر بده، چه سروش بده، چه رضا پیشرو بده، فرقی نداره. باحاله. بعد عرضم به خدمتت که توی رپ کنای خارجی هم به نظرم کندریک الان خیلی خفنه. کندریک واقعا هم علاوه کاراکتری خیلی آدم عجیبیه، هم علاوه فرمی با تو نگاه کنی اون هم مستقیما میگه که از M&M الهام گرفته مدت ها. یعنی یه حقیه تو مثلا من یه کاری ساخته بودم به اسم مثلا احترام ریسپکت که برای آمیزه زدم که اصلا داستان همین بود که آقا یه ریسپکتی این افراد برای من دارن که این ادای دینیه بهشون، افرادی مثل M&M مثل توپاک حق گردن خیلی ها دارن از این حق کنه حق خیلی بزرگتر تو زمینه کاری. خب خواهم یه شاخه اضافه بکنم اینو استثناء و موزیسین های محبوبت هم ببین، چون میدونم خیلی ها هستن که شاید به هوای تو بخوان کار خیلی از هنرمنده بزرگ دنیا رو پیگیری کنن و شاید همین صحبت تو یه جرقه باشه برشون. ببین اگه بخوایم، چون من خودم خیلی طرفدار موسیقی متن فیلمم و کسی که واقعا تحسین برانگیزه و حکم یک استاد ندیده رو تو زندگی من داشته توی 5-6 سال اخیر هانس زیمره. من خیلی ازش الهام میگیرم و یه نزدیکی عجیبی با تمام ملودیایی که تا الان ساخته و تمام کارهایی که ساخته دارم و این ناخودآگاه. در کنار اون اگه بخوایم دوباره متن مثال بزنیم، خود آقای جانکی ایکسل خیلی موزیکای عجیب غریبیه. از اون ور بیایم یه خورده سمت چه میدونم الکترونیک راک، من میوز دوست دارم، باز مثلا راک نیکل بک دوست دارم. اینا کسایی هستن که الان دارم گوش میدم، هانس زیمر رو سالهاست گوش میدم ولی میوز رو دوباره برگشتم رو آلبوم آخرشون، خیلی کارهای خفن واقعا کار خفنی کرده، مثلا یه سری از فواصل نوتی خونده که من تو عمرم نشنیدم و دفعه اولی که شنیدم وسافی اون وایستادم جدی ترک The Voidشون توی آلبوم Simulation Theory. همین هم باز میگم
کار خوب انقدر زیاده که تو نمیتونی بگی این از این خفن تره، تو نمیتونی بگی مثلا هانس زیمر مثلا جانکی ایکسل خفن تره، اصلا راه نداره همچین حرفی. مگه میشه اون یه آدم حرفه‌ای خیلی خفنیه، اینم در جایگاه خودش خیلی عجیب غریبه موزیکاش، صرفا یک ساختار ذهنی توه که تشخیص بده آقا این بیشتر به من میچسبه. در مورد برنامه‌های آینده‌ت که چیزی نمیگی فکر کنم؟ یه خور خسته یه کم استراحت کنم. برنامه‌ای داری؟ ولی برنامه آینده من از هفته بعد پخش آلبوم شروع شده. برنامه‌های من همیشه با آموزش دیدن چیزهای جدید شروع میشه. الان دارم یه سری چیز جدید آموزش میبینم، چه توی آهنگسازی چه توی وکال، که بتونم تو کارهای بعدی ازش استفاده کنم، همین بتونه یه لول بیشتر بهترم کنه. حرف آخر رو مخاطب در خدمتت. حرفی نیستش در واقع، ولی فقط تنها دلخوری که نه من خیلی از آرتیستا دارم و نمیدونیم که میدونیم از چه فضایی سرچشمه میگیره و فضای مجازی چه بلایی سر جامعه کنونیمون داره میاره. ما هممون میتونیم با یک کامنت، با یک حرف، با یک نگاه فردی رو که متزلزل تو مسیرش، یعنی هنوز شاید پیدا نکرده، امکان داره 5 سال دیگه کامل پیدا کنه و تبدیل به یه چیز خوب بشه کارش، میتونیم با یه کامنت نابودش کنیم. خیلی از ما این لول گذشتیم، خب چون با این بزرگ نشدیم، چون ما وقتی کار میدادیم فیدبکمون کامنت نبود، فیدبکمون این بود که اول و آخر رو کلن خودت صحبت کنی، من در سکوت. خب دلمون براتون تنگ میشه قطعاً، چون که به مدت نامعلومی قراره بعد از این ویژه برنامه گرافیتی که بعد این قسمت پخش میکنیم نباشیم، صوتی البته چون تصویری خیلی کار داریم. قطعاً دلمون برای دو سال و نیم زحمتی که برای اسمی به اسم یک ساعت با زیر زمین کشیدیم تنگ میشه. فکر کنم اسفند 95 بود، فروردین بود دیگه، اسفند طرحشو دادیم، عید 95 حالا بگذاریم که دو تا قسمت هم قبلتر داده بودیم. آره و این که خیلی حس عجیبیه، اینی که یک چیزی به اسم این که پادکست که خیلی متداول نیست تو ایران، آره، و اون هم تو رپ فارسی بیای شروع بکنی و مهمونای خوب و برازنده ای داشته باشی. یک سری چیزها در پس زمینه ی ضبط این برنامه ها بود که من میدونم و تو میدونی و خدا بینم دفت شد. اتفاقای بد زیاد افتاد، اتفاقای خوبم از بغلش زیاد در اومد، مثل سایفر. آره مثل سایفر روک شماره یک، سایفر روک شماره دو ایشالله به امید خدا تا شب عید بهتون میرسه. آره از این اتفاقا زیاد از بغلش در اومد و چه اتفاقایی که بین آرتیستا از طریق همین یه ساعت با زیر زمین افتاد. بله. از تمامی رپرهایی که مهمون ما بودن از طرف خودم و معراج تشکر می‌کنم، اسامی بلند بالای اوه خیلی زیاده، بعد من میترسم یادمون بره، بیا اسم نبریم همه بچه ها. آقایونی که لطف کردید به من علی و معراج کمک کردین تا تولید محتوای صوتی داشته باشیم، چه شمایی که اومدین و مصاحبتون پخش شد، چه شمایی که مصاحباتون رو کنسل کردین، چه اونایی که دعوتتون کردیم درخواست مالی داشتید. بله بله، بسیار ازتون سپاسگزاریم. من و معراج به خودمون افتخار میکنیم که تو دور زمونه که رپ فارسی داره همه چیش پولی میشه 22 تا قسمت رو بدون یک ریال هزینه تونستیم جمع آوری بکنیم با آرتیستای درجه یک، با آهنگسازای درجه یک. و این که قطعا بازم میگم قطعا دلمون براتون تنگ میشه و فصل سه انشالله که بیا در موردش صحبت نکنیم. تا الان ما هیچ برنامه، هیچ
ایده ای برای فصل سه نداریم. ببین حقیقت رو بخواین، این که ما میگیم ایده ای برای فصل سه نداریم، قضیهش اینجوریه، ما خودمون دوست داریم باسم پادکست تولید کنیم، ولی از طرف دیگه بحث ایده های جدید و دلمون میخواد کارهای جدید تر آفرین بکنیم. بریم توی جریانات جدید خودمون رو امتحان بکنیم، آزمون خطای جدید رو باز کنیم. فکر کنم ما توی یه هفته 4 تا قسمت یه ساعت با زیر زمین صوتی میتونیم واقعا. آره واقعا پارسال شب عید ما تو یک هفته 3 تا قسمت ضبط کردیم، هفته آخر سال اسفند 96 ما تو یک هفته 3 تا قسمت واقعا ضبط کردیم. که دیگه آخریش مثلا 29 هم بود فکر کنم، 29 هم ما مصاحبه با نوید رو گرفتیم رفتیم سفر. هر کی رفت سمت خودشون، مثلا 10 ساعت مونده بود به سال تحویل یا اینا، عجب پروژه های سختی که انجام دادیم. و قطعا جدا از آرتیستا، مرسی از تمام جامعه آماری که نمیدونم چند نفر باورن، ولی فکر کنم حداقل تا حالا یک قسمتمون رو فکر کنم کم کم 20,000 نفر دیگه گوش کرده باشه. خیلی ممنونیم لطف از همه شماست. ما واقعا لطف شماها بوده که این برنامه رو کرده یک ساعت با زمین، لطف شماها بوده که به هر کدوم از ماها، یعنی مجریا، من و معراج، کاراکتر مستقلی به عنوان منتقد، برنامه ساز، تولید کننده محتوای هر چی که اسمشو میذارین اعتبار بخشیده و واقعا خیلی دوستتون داریم. یعنی همه این حرفهای خوب و قشنگ آره، و حرفهای بدم که حالا ولش کنیم، وقت زیاده برای حرفهای بد. ما عید امسال دوباره برنامه داریم مثل عید پارسال، این قول رو بهتون میدیم، بجز سایفر یه سری برنامه‌های دیگه داریم که قطعا خوشتون میاد. همین روزا دیگه فکر کنم تولیداشو شروع آره استارت زدی، همین روزا دیگه کارا رو انجام میدیم و ان شاء الله که امیدواریم که بعد قول نشیم، ولی 99% میرسیم سراغتون به جز سایفر. مثل عید پارسال دوباره کلی برنامه داریم و اطلاع رسانی هم تو کانال و اینستای خودمون با کانال و اینستای مراجعی که لطف میکردن و ما رو پوشش میدادن، هیپ تو رپ آمیزه و سایر صفحات قبلا هم بس چو کردیم، صفحات آره. که لطف میکنن کارو منتشر میکنن، دمشون گرم، با اسم برنامه یک صد با زیر زمین کارو منتشر میکنن. ما اصلا انتظار نداریم که آقا بگینید برنامه برای صفحه خاصیه، خاصیه. نه آقا، همین که این مصاحبه یک ساعت با زیر زمین خدمت شما، ما ازتون تشکر میکنیم، مرسی، دم همتون گرم. نمیدونم که دوباره برسیم خدمتتون برای فصل سومی اگر وجود داشته باشه. هر جا که هستید برای آخرین بار میگم ایام به کام، روزگار خوش. این یک ساعت با زیر زمین قسمت دهم و احتمالاً